کوروش کبیر معروف به کوروش دوم، نخستین شاه و بنیانگذار دودمان شاهنشاهی هخامنشی است. کوروش کبیر به خاطر بخشندگی، بنیانگذاشتن حقوق بشر، پایه‌گذاری نخستین امپراتوری چند ملیتی و بزرگ جهان، آزاد کردن برده‌ها و بندیان، احترام به ادیان و کیش‌های گوناگون و گسترش تمدن شناخته شده است. ایرانیان کوروش کبیر را پدر و یونانیان که وی سرزمین‌های ایشان را تسخیر کرده بود، کوروش کبیر را سرور و قانونگذار می‌نامیدند. یهودیان کوروش کبیر را به منزله مسح شده توسط پروردگار به شمار می‌آوردند، ضمن آنکه بابلیان کوروش بزرگ را مورد تأیید مردوک می‌دانستند. کوروش نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی بود که در بین سالهای 559 تا 529 پیش از میلاد بر نواحی گسترده‌ای از آسیا حکومت می‌کرد. کوروش در منشور خود که در بابل کشف شد، خودش را فرزند کمبوجیه، شاه بزرگ انشان از خانواده‌ای که پادشاهی در آن موروثی بوده است معرفی می‌کند. کوروش کبیر همسری به نام کاساندان از خاندان هخامنشی برگزید که از او دارای 4 فرزند بود. 2 تن از فرزندان کوروش کبیر پسر و 2 تن دیگر دختر بودند. پسران کوروش کمبوجیه دوم و بردیا نام داشتند و یکی از دخترانش آتوسا نام داشت. اما در منابع تاریخی نام دیگر دختر کوروش کبیر ذکر نگردیده است. دعای کوروش برای ایران. روزی بزرگان ایرانی و موبدان زرتشتی از کوروش بزرگ خواستند که برای ایران زمین دعای خیر کند و ایشان بعد از ایستادن در کنار آتش مقدس این گونه دعا کردند: خداوندا، اهورامزدا، ای بزرگ آفریننده، آفریننده این سرزمین بزرگ، سرزمینم و مردم را از دروغ و دروغگویی به دور بدار. بعد از اتمام دعا، عده‌ای در فکر فرو رفتند و از شاه ایران پرسیدند که چرا این گونه دعا نمودید؟ فرمود: چه باید می گفتم؟ یکی جواب داد: برای خشکسالی دعا می نمودید. کوروش بزرگ فرمود: برای جلوگیری از خشکسالی انبارهای آذوقه و غلات خواهیم ساخت. دیگری اینگونه سوال نمود: برای جلوگیری از هجوم بیگانگان دعا می کردید. او جواب داد: قوای نظامی را قوی می سازیم و از مرزها دفاع خواهیم کرد. گفتند: برای جلوگیری از سیلهای خروشان دعا می کردید. پاسخ داد: نیرو بسیج می کنیم و سدهایی برای جلوگیری از هجوم سیل خواهیم ساخت. و همین گونه سوال کردند و به همین ترتیب جواب شنیدند، تا اینکه یکی پرسید: شاها، منظور شما از این گونه دعا کردن چه بود؟ کوروش تبسمی نمودند و این گونه جواب دادند: من
برای هر پرسش شما جوابی در خور آوردم. ولی اگر روزی یکی از شما نزد من آید و دروغی گوید که به زیان سرزمینم باشد، من چگونه از آن آگاه شوم و اقدام نمایم؟ پس بیایید از کسانی شویم که به راستگویی روی آورند و دروغ را از سرزمین اهورایمان دور سازیم، زیرا که هر عمل زشتی که صورت گیرد نخستین باعث آن دروغ است. ای مزدا، نیایش ما را بشنو. ای که در هستی ابدی زیست می کنی، ای که در شادی آسمانی زیست می کنی، ما را از دروغ پاک گردان، ما را از کارهای اهریمنی و بندگی بدیها نگاه دار. از فروغ شادی خیش بر ما بیفشان و تاریکی و اندوه ما را بدان فروغ از میان برگیر. بر باغ‌ها و دشت‌های ما بتاب، بر کارها و تلاش‌های من بتاب، و همه نژاد آدمیان را، آنان که تو را باور دارند یا ندارند، از آن فروغ جاودانه بهره‌مند گردان. همکنون با توانایی خیش بر ما بدرخش و اخگر مهر آسمانی را در دل ما بیفروز و این نیایش و پرستش ما را بپذیر. منشور کوروش کبیر. از کوروش کبیر تنها سند نسبتاً مفصلی که بر جای مانده، استوانه‌ای به طول 22.5 سانتی متر و عرض 11 سانتی متر از جنس خاک رس با نوشته‌ای 45 سطری به زبان بابری است که امروزه در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود. در سال 1971 میلادی سازمان ملل متحد منشور کوروش کبیر را به همه زبان‌های رسمی سازمان منتشر کرد و بدلی از این منشور در مقر سازمان ملل در فضای بین تالار اصلی شورای امنیت و تالار قیومت در شهر نیویورک قرار داده شده است. در این مکان نمونه ای از آثار فرهنگی کشورهای گوناگون وجود دارد. کوروش شبی در قصر خفته بود که رؤیایی دید. شخصی به خوابش آمد، بسی بزرگتر از انسان، و به او گفت: مهیا شو ای کوروش، هنگام فرا رسیده است و تو را دیدار خدایان در پیش است. هم در آن دم کوروش از خواب برخاست، گویی آگاه شده بود که چیزی به پایان زندگیش نمانده است. بیدرنگ قربانی هایی برگرفت و به آیین پارسیان بر بلندای قربانگاه قربانی کرد. سپس چون این زبان به نیایش گشود: خداوندا، ای خدای پدرانم و تو ای خورشید و ای تمامی خدایان، این قربانی را از من بپذیرید برای کار خطیری که در پیش رو دارم.
رخصت دهید تا شما را سپاس گذارم که مرا رهنمون شدید به مدد قربانی ها، به نشانی های آسمانی، به پرندگان و به صدای انسان ها. سرنوشتم را سراسر بر من آشکار نمودید و مرا آگاه کردید از آنچه باید بدان بپردازم و آنچه باید از آن بپرهیزم. بسا سپاس از آنکه توانستم یاری شما را باز شناسم و هرگز حتی در اوج کامیابی مغرور نشدم. اکنون فروتنانه خواستارم که فرزندانم، همسرم، یارانم و سرزمین پدریم را برکت دهید و برای خودم آرزو دارم که مرگم در خور زندگیم باشد. سپس به خانه بازگشت و دیر زمانی در بستر آرامید. روز بعد نیز همانگونه بود و روز سوم نیز. و سپس فرزندانش را به نزد خیش فرا خواند که از بختیاری او تا پارس همراهیش کرده بودند و دوستان و کارگزاران برجسته پارس را. کوروش فرمان روایی که همواره نسبت به عقاید سایر ملل نیز محترم، بخشنده و سخاوتمند بود، هنگامی که همگی گرد آمدند چون این آغاز سخن کرد: فرزندان من، دوستان من، پایان زندگیم فرا رسیده است و من آن را با نشانه‌های بسیار دریافتم و چون درگذشتم باید به گفتار و کردار خیش مرا خرسند بپندارید. به هنگامی که کودکی بیش نبودم، همه شادکامی و لذات یک کودک را در اختیار داشتم و چون بربالیدم همه گنج‌های جوانی را به چنگ آوردم. وانگاه که مردی شدم نیز همه شکوه و جلال یک مرد را. و چون زمان سپری گشت، نیروی خیش را در گذر سالیان افزونتر یافتم. آنسان که خیش را به زمان کهنسالی هرگز ناتوانتر از دوران جوانی احساس نکردم. چیزی به یاد ندارم که در طلبش کوشیده یا آرزویش را داشتم و به دستش نیاورده باشم. هم از انسان دوستان را با راه و رسم خیش خرسند و دشمنانم را فرمان بردار کردم. زادگاهم را که از این پیشتر در آسیا ناچیز می نمود، اکنون بر بلندای قدرت بدرود می گویم و شاکرم که از همه آن سرزمین ها که فتح کرده ام چیزی از کف نداده ام و اکنون از این جهان در می گذرم. فرزندانم را به جای می گذارم که دادگان خدایند و سرزمین پدرانم را در شادکامی. بادا که مردمان مرا خجسته شمارند و از من به مهر یاد آرند. در این زمان کوروش شروع به سخن گفتن در خصوص قلمرو پادشاهیش نمود تا پس از مرگش بازماندگان را ستیزه‌ای در میان نباشد. او با تأکید بر اینکه به هر دو پسرش عشق می‌ورزد، به سبب تجربه زندگی بیشتر پسر بزرگتر را رهبر جمع و راهنمای نبرد معرفی کرد. پادشاهی تو راست ای کمبوجیه.
خدایان آن را به تو دادند و من نیز آنقدر که در اختیارم باشد. و استانهای ماد، ارمنستان و کادوسیان هر سه را به تو می بخشم ای بردیا. اگرچه برای برادرت یک امپراتوری بزرگتر و عنوان پادشاه را به جای می نهم، اما به گمان من میراث تو برایت شادکامی بیشتری به ارمغان خواهد آورد. از خود می پرسم از لذات آدمی چه کم داری؟ هر آنچه قلب مردی را خوشنود می کند همه در اختیار توست، اما سودای آنچه دور از دسترس است، انبوه نگرانی ها، شهوت چاره ناپذیر، همچشمی با دستاوردهای من و طرح‌ها و توطئه‌ها، اینها همه دامنگیر کسی است که تاج بر سر می‌گذارد. و به راستی همین هاست که عرصه را بر شادکامی تنگ می‌کند. کوروش ادامه داد: و تو ای کمبوجیه، بیان که من بگویم میدانی که پاسدار شهریاریت نه این عصای زرین که دوستان وفادارند، و وفای یاران تکیه‌گاه راستین توست، عصای شاهواری که از میان نخواهد رفت. هر پیشوا باید که پیروان خیش را به دست خیش فراهم آورد، و پیروان وفادار را نه به زور که با مهربانی و نیکی نگاه دارد. و اگر در جستجوی دوستانی هستی که در کنارت بمانند و نگهبان تاج و تختت باشند، نخست کیست که شایسته تر است از آن کس که هم خون تو اند؟ هموطنان به ما نزدیکتر از بیگانگانند و هم سفره‌های ما برای ما عزیزتر از غریبه ها. بدین سان خوشا عهد آنان که از یک پشت برآمده اند و از یک مادر شیر خورده اند، در یک خانه پرورش یافته اند و یک پدر و مادر به آنان مهر ورزیده اند. پس آنچه را که خدایان به شما عطا کرده اند تا ضامن برادریتان باشد، زنهار تا خود از هم مگسلید، و بدین گونه هیچگاه مهر از میان شما رخت بر نخواهد بست. کوروش با ستایش پیمان برادران به عنوان عطیه خدایان، آن را یکی از کردارهای مهر آیین توصیف کرد و ضامن مهر ابدی میان آنان خواند. آن کس که در اندیشه برادر خیش است، در اندیشه خیشتن است. چه کس همچون یک برادر از نام نیک برادرش سر بلند تواند بود؟ چه کس همچون یک برادر به اقتدار برادرش افتخار خواهد کرد؟ مگذار بردیا هیچ کس از تو مشتاق‌تر باشد در پیروی از برادرت و پشتیبانی از او. از خود بپرس از چه کسی پاداشی پربهاتر خواهی ستاند برای همدلیت؟ چه کسی استوارتر یاریت خواهد داد در ازای پشتیبانیت؟ و به یاد داشته باش کمبوجیه، هیچ کس از رشک زمانه در امان نیست، مگر برادری که جای دارد در قلب برادر خیش.
سپس کوروش از باور راستین خود به جاودانگی روان آدمی این گونه سخن گفت: کدام شما می تواند ادعا کند که من نیست خواهم شد؟ آن هنگام که این زندگی مألوف را ترک گویم، هرگز روان مرا با چشمان جسمانی خیش نخواهید دید، اما حضور آن را از کرد و کارش در خواهید یافت. و آیا هرگز دریافته اید روان آنان که به ناروا کشته شده اند چه دهشتی را به دلهای جلادانشان می افکند و چه انتقام مهیبی از نابکاران می کشد؟ پسرانم، هرگز به دل نپذیرفتم که روان آدمی تنها در آن دوران که در تن میرا ساکن است زندگی می کند. نمی توانم باور کنم که روان آدمی چون از پیکر بی بهره از خرد جدا شد یک بار خرد خیش را نیز وا می نهد. چون این می اندیشم که پس از آن به والاترین پلکان دانایی خیش می رسد، هنگامی که رها می شود، پاک می شود و سرانجام از بند می رهد. و چون این پیکر خرد و تجزیه گشت، در می یابیم که هر پارش به جوهر خیش باز می گردد. اما ما نمی توانیم روان را ببینیم، چه در آن پیکر مانده باشد چه از آن جدا شده باشد. ببینید این دو تا چه اندازه به یکدیگر میمانند، مرگ و برادر دوقلویش خواب. و در خواب است که روان انسان سرشت یزدانی خیش را به رخ میکشد و آنگاه است که میتوان نگاهی انداخت به آنچه که باید باشد. شاید از آن رو که روان به هنگام خواب به رهایی خیش نزدیکتر است. پس اگر این گونه است که من باور دارم، اگر روح بدن را ترک می کند و رها می شود، به روح من احترام بگذارید فرزندان من، و آنطور که می خواهم رفتار کنید. او در ادامه گفت: حتی اگر بدین گونه نباشد و روان آدمی باید در تن وی بماند و با آن نابود شود، خدایان جاویدان وجود دارند. خدایانی که همه چیز را می‌بینند و بر همه چیز توانایند. آنان که نگهبانان نظم این جهانند. آسیب ناپذیر، فارغ از زمان، مسون از خطا و در شکوه و زیبایی سنجش ناپذیر. از آنان بهراسید و خیش را هرگز به گناه و تبهکاری مسپارید، نه در گفتار، نه در پندار و نه در کردارتان. و از شما خواستارم که پس از خدایان نسل بشر را که پیوسته خود را نو می کند به تمامی حرمت بدارید، چرا که کردار شما در چشم نوع بشر آشکار خواهد بود. از آن رو که خدایان شما را در تیرگی پنهان نکردند، هرگاه کارهای شما به پارسایی باشد و پاک از ستم، قدرتتان را چون نور منتشر خواهد ساخت. و اگر شما در فکر زیان یکدیگر باشید، اعتماد مردم را از دست خواهید داد. پس آنگاه هیچ انسانی، حتی اگر خواستار آن باشد،
به شما اعتماد نتواند کرد. در این حال کوروش به فرزندان خود نگریست و گفت: باری خوشا اگر سخنان مرا آن مایه نیرو باشد تا وظیفه‌تان را در قبال یکدیگر به شما بیاموزد. اما اگر چنین نیست، بگذارید تاریخ به شما بیاموزد که آموزگاری بهتر از تاریخ نیست. اکنون برانم که سخن در این باب کافی است. از این جهان چون درگذشتم، پیکرم را در زر و سیم یا تابوتی از این دست مگذارید، بلکه بیدرنگ آن را به خاک برگردانید. اکنون گویی شعله زندگیم فروکش می کند. اگر می خواهید دستم را یک بار دیگر در دست بگیرید، یا به چشمانم، مادامی که هنوز زندگی در آنها جریان دارد، بنگرید. نزدیکتر بیایید. اما هنگامی که چهرم را پوشاندم، دیگر نگذارید هیچ کس نگاهم کند، حتی شما فرزندان من. اما پارسیان را و همه همپیمانانمان را فرا خوانید تا بر مزار من گرد آیند، و باید برای من شاد باشید و به من شاد باش بگویید، چرا که سرانجام در امانم من، رها از رنج یا اندوه. حال چه با یزدان بپیوندم چه نیست شوم، همه آنان که می آیند را پذیرایی کنید، که این کار در خور مردی است که بر این خاک خرسند زیست. و پس از این سخنان دست در دست آنان نهاد، روی خیش را پوشاند و درگذشت. ای خام کب سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن از تو سنگ خاره ای من آهن است، جان من فدای خاک پاک میهن است. بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن.